اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. با نام و یاد خداوند متعال، خدایی که یاد و ذکر او آرام بخش دلهای مؤمنین است. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان محترم برنامه عارفانه. آرزومند هستم که از نعمت سلامتی و تندرستی کامل انشاءالله برخوردار باشین و در سایه الطاف خداوند متعال و عنایات و توجهات حضرت ولیعصر علیه السلام زندگیتان سرشار از موفقیت و برکت باشه. جا دارد که در لحظه نخست برنامه، چهارمین سالگرد ارتحال ملکوتی مرحوم حضرت آیت الله محسنی را خدمت شما بینندگان عزیز تسلیت عرض بکنیم و همچنین گرامی بداریم یاد و خاطره این شخصیت فرهیخته و دانشور کشور عزیز ما افغانستان را. برنامه که خدمت شما امروز تقدیم خواهد شد به مناسبت همین ایام پیرامون زحمات و خدمات شایان و گسترده مرحوم آیت الله محسنی است که انشالله با حضور مهمان ارجمندی که دعوت کردیم در بخش بعدی صحبت‌ها را تقدیم شما بینندگان عزیز خواهیم کرد. خوشمند هستم، برنامه خودتان را همراهی بفرمایید. تشکر میکنیم از همراهیتان بینندگان عزیز. همطور خدمتتان عرض کردیم به مناسبت ایامی که متعلق میشه به ایام سالگرد رحلت مرحوم حضرت آیت الله محسنی، صحبت ما امروز در رابطه با این شخصیت بزرگ کشوری و فقیه اندیشمند هست. همونطور که مستحضر هستید، مرحوم آیت الله محسنی یکی از مهمترین جنبه هایی را که میتونیم در سیره ایشان، در زندگی پربرکتشان مشاهده بکنیم، بحث توجه و رشد معنویت در انسان هست در ابعاد مختلفش. به همین خاطر خواستیم که در برنامه امروز اختصاصاً در رابطه با اینکه در ارشادات و راه رهنمودهای مرحوم آیت الله محسنی چه نکته های ارزشمندی را میتونیم دریافت بکنیم که در واقع اشاره دارد به رشد معنوی انسان. در خدمت استاد گرانقدر و فاضل بزرگوار جناب استاد حسینی هستیم تا انشاءالله بتونیم از نقطه نظرات ایشان و نکاتی را که در رابطه با سیره مرحوم آیت الله محسنی ایشان خواهند فرمود بهره‌مند بشیم. خدمت شما جناب استاد حسینی عرض سلام داریم، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و همکاران شما و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. سالگرد ارتحال فقیه عالی قدر، فقیه مجاهد و ربانی و صمدانی مرحوم آیت الله العظمای محسنی رحمت الله تعالی علیه را تسلیت عرض میکنم خدمت همه مردم و کاتبه امت اسلامی و مراکز علمی و حوزوی. و ارتحال امثال مرحوم آیت الله محسنی رحمت الله علیه بر اساس نقل روایت سلمه است که لایصدها شیء است، یعنی هیچ چیز خلأ وجودی امثال مرحوم آیت الله محسنی را پر نمیتانه، چه خلأ وجود علمیشان را و چه خلأ شخصیت اجتماعی، سیاسی و اخلاقی اون فرهیخته راحل را. خدمت شما عرض کنم راجع به موضوعی که طرح فرمودید، رشد معنویت در پرتو ارشادات مرحوم آیت الله عظمای محسنی، چند تا نکته مقدماتی اولا خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنیم. اولا وقتی ما از دیدگاه یک شخصیت مثل مرحوم آیت الله عظمای محسنی صحبت میکنیم، چون آیت الله عظمای محسنی یک شخصیت علمی و دینی است، اونم در سطح عالیش، یعنی اگر یک کسی در یک بخشی از معارف دینی تخصص داشته باشه، عالم دیگر در یک بخش دیگر، یا اون چیزی که در مدارس و حوزه های علمیه مشهور است که فقها معمولا تخصص و تبحرشان بیشتر در علم فقه و مقدمات فقه هست، مثل اصول فقه و علومی که برای استنباط احکام شرعی از قرآن و سنت لازمه، ولی بعضی از شخصیت ها هستند که در این دایره محدود فقاهت
اینا در واقع بحث‌های علمیشون نمی گنجن. یه مقدار پا را فراتر گذاشتن و شخصیت علمیشان یک شخصیت وسیع‌تر و گسترده‌تره و دامنه دانششان هم وسیع‌تره. مرحوم آیت الله محسنی را می شود بگیم علامه دینشناس که در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی از فقه و اصول و رجال و تفسیر و عقاید و اخلاق و سایر علوم اسلامی و حتی بخشی از علوم روز بشری انسانی است که صاحب نظره و آثار علمی ماندگاری از خودش به جا گذاشته و یک شخصیتی است که از نظر علمی اگر او را بخوایم ورانداز بکنیم نسبت به معارف دینی و اسلامی می شود بگیم که مجسمه است از آن چیزی که می شود از قرآن و سنت استنباط کرد، استخراج کرد و او را به شکل یک انسان درآورد. می شود شخصیت هایی مثل آیت الله عظمای محسنی، یعنی تبلور قرآن و سنت در وجود اینهاست. ولذا وقتی ما یک موضوعی را بخوایم از منظر اینها صحبت کنیم، وقتی در آثار علمی مرحوم آیت الله محسنی مراجعه میکنیم، میبینیم ایشان هر جا هر حرفی میزنه اون فرمایشاتش را مبتنی کرده بر قرآن و سنت، اونم سنت صحیح که ایشون هم علم الحدیث و چون شیخ الحدیث بود و هم سه تا کتاب رجالی قویم داره و صاحب نظره، لذا بر اساس دیدگاه های خودش روایات و سنت صحیح را میاد نقل میکنه و مبتنی بر اون قرآن و سنت صحیح اندیشه های خودش را استوار میکنه. و لذا وقتی اگر جامعه اسلامی، جوانهای جامعه ما بخواهن به آثار شخصی مثل آیت الله محسنی مراجعه بکنن، از این جهت خاطرشون جمع باشه. چون بعضی وقتا هست که ممکنه کسانی کتاب داشته باشن، آثار داشته باشن، انسان یک دغدغه داشته باشه، آیا برداشت ها و نظراتی که اون فرد داره آیا مطابق قرآن و سنت هست؟ آیا هدایتگر هست برای ما؟ آیا ما را میبرد به خدا میرساند یا نه؟ آدم ممکنه تردید داشته باشه نسبت به بعضی از نویسندگان، ولی وقتی یک کسی مثل آیت الله محسنی عمق علمی او و گستره علمی او، علم دینی او به حدی است که در همه مباحث و دانش‌های دینی تبحر و تخصص داره، لذاست که انسان با خاطر جمع به جوانها میتواند کاملا آثار ایشان را معرفی کنه. بگه هر یکی از آثار ایشان را اگر جوانها بگیرن و مردم، زن و مرد بگیرن، مطالعه کنن و استفاده کنن، میتواند مفید باشه و هیچ گونه نکته منفی یا چیزی که در واقع بشود بگیم آقا مطابق قرآن و سنت نیست پیدا نمیشه. نکته بعدی که خدمت شما عرض بکنم راجع به معنویت. معنویت در دین اسلام و از منظر مرحوم آیت الله عظمای محسنی هم همینه. معنویت گره میخورد با ذات پاک پروردگار عالم. هر چیزی که به او متصل است معنوی است و هر چیزی که از خدا دور است از معنویت هم دور است. یعنی ما معنویت سوای دین، سوای اعتقادات دینی، دور از اخلاق دینی را معنویت نمیدانیم. معنویت چیزی است که ما را به خدا نزدیک کند و هر چیزی که ما را به خدا نزدیک کرد می شود جزء امور معنوی، چون در واقع مرکز و مدار همه امور معنوی الله متعاله. و این چیزی است که ما در آثار متعدد از مرحوم آیت الله محسنی می شود اینا را مشاهده کرد و دید. و آثار فراوانی مثل بعضی از کتاب‌هایی که مباحثی که عرض می‌کنیم در این کتاب‌ها اگر دوستان جوان‌ها اهل مطالعه باشن مراجعه کنن، می‌شود که در این کتاب‌ها نکاتی که عرض می‌کنم پیدا بکنن. کتاب قوانین زندگی انسان در قرآن که بیش از 50 تا قانون و معیار را برای رشد و تکامل و در واقع ترقی
زندگی انسانی و زندگی معنوی انسانی ایشون برمی‌شمارم. در کتاب روش جدید اخلاق اسلامی بحث‌های ارتباط با خدا، ارتباط انسان با خودش و ارتباط انسان با سایر انسان‌ها را زیر ذره‌بین می‌بره و مشکافی می‌کند، توضیح می‌ده و میگه اگر انسان بخواهد رشد کند، تعالی پیدا کند، ترقی پیدا کند در امور معنوی در این حوزه‌های مختلف زندگی خودش، راهش چیه؟ و کتاب‌های دیگری هم هست، مثل کتاب که بیشتر در واقع ناظر مستقیم به جوانها نوشته شده، عنوانش هست جوانان و دوره جوانی، و یک بخشی از این کتاب عنوانش هست عناصر تکامل جوانان. یک جوان میخواد از نظر معنوی به تکامل برسه، کامل بشود، اونم برسد به حد اعلای کمال. راه حلش چیه؟ اونجا بیان کرده، ایشون مفصل بیان کرده. کتاب دین و زندگانی آمده فواید دین ده، فواید اعتقاد به خدا، فواید اعتقاد به عدل و نبوت و معاد و اعتقاد به شریعت و امثال اینها رو بیان کرده. کتاب کوچکی هم 70-80 صفحه داره، بحث روابط انسان، دوباره اون روابط چارگانه انسان با طبیعت، ارتباط با خود، انسانهای دیگر و ارتباط با خدا را تبیین میکنه و میگه اگر میخواید با استفاده از این ارتباطات انسان تکامل پیدا کنه چه کار باید بکنه. خیلی تشکر میکنم استاد، زنده باشین. اگر اجازه از عالی باشه وقفه کوتاه داشته باشیم، بعد ان شاء الله ادامه فرمایشاتونو بشنویم. بینندگان محترم، خواهش من دستم همراهی بفرمایید همچنان، و بعد از میان برنامه‌ای که خواهید دید باز میگردیم تا بیشتر در رابطه با ارشادات معنوی مرحوم حضرت آیت الله محسنی بپردازیم. با ما باشید. از همراهیتان تشکر میکنم. بینندگان عزیز، موضوعی را که امروز در حال صحبت هستیم و تقدیم شما میکنیم در رابطه با رشد معنوی در پرتو ارشادات مرحوم آیت الله محسنی رضوان الله علیه هست، و با توجه به پختگی شخصیت ایشان و عمق و گستره علمی که داشتن و احاطه‌ای که بر معارف اسلامی داشتن، قطعا میتونیم که استفاده های شایانی ببریم از ارشادات ایشان در راستای رشد معنوی خود ما. در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر حسینی هستیم و صحبت را انشاءالله ادامه بتیم در رابطه با اینکه به هر حال چه نکات ارزنده دیگر میشه از ارشادات معنوی ایشان بهره جست. بفهمید استاد. خدمت شما عرض کنم که شخصیت آیت الله عظمای محسنی حداقل علاوه بر نکاتی که در بخش قبل عرض شد، حداقل دو نکته کلیدی را میشه برای مردم بیان کرد. یکی جامعیت ایشان که نسبت به همه موضوعات و بخش‌های دینی تبحر داره و تخصص داره، اظهار نظر کرده، راهنمایی کرده. نکته دوم بحث انسجام فکری ایشانه. این طوری نیست که مثلا وقتی میره در بحث‌های کلامی یا عرفانی یا اخلاقی طوری حرف بزند که وقتی میره راجع به مباحث فلسفی یا فقهی یا اصولی حرف میزنه طور دیگری حرف بزنه. نه، در کتاب‌های مختلف و آثار گوناگون ایشان وقتی مراجعه کنیم میبینیم همه در یک راستا و در یک جهت و همه مبتنی بر همان اندیشه صحیح اسلامی است. برخی از آثار ایشان که بحث‌های معنوی، بحث‌های مربوط به درس‌هایی که میشود در زندگی از این کتاب ها استخراج کنیم و استفاده بکنیم، مواردی در خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردیم. چند تا از کتاب های مفید دیگر اسم ببریم و بعد یه مقدار وارد محتوا و مضمون بشیم و یه مقدار در واقع عینی تر و مصداقی تر مواردی در خدمت دوستان عزیز عرض بکنیم. کتابی داره به عنوان وظیفه علمای دینی ما، که از حیث اینکه علما هادیان جامعه هستند، قرار است دست مردم را بگیرن و اینا را هدایت کنن، ارشاد کنن، رشد بدن، لذا وظایف اونها مشخص میشه در این کتاب. کتابی داره خود را بسازیم. خب طبیعتا خودسازی نتیجهش میشود ترقی و تکامل معنوی انسانی. کتابی داره دین و زندگانی، کتابی داره مرحوم آیت الله محسنی، راه ترقی ما که بیشتر به ترقی و تعالی اجتماعی و سیاسی جامعه میپردازه. قرآن و یا سند اسلام هم مباحث مهمی را مطرح میکنه. و کتابی خیلی به نظرم جالب توجه آمد با عنوان مسیر سخت و پرثمر،
این کتاب هم کتابی است که سه تا بخش مهم داره. یک بخش عوامل خوشبختی و سعادت انسان را بیان میکنه، بخش دوم راجع به دعا و جایگاه دعا در عبودیت و بندگی و تأثیرش بر خوشبختی انسان را بیان میکنه، و بخش سوم آموزه های آسمانی حج را در این کتاب ایشون بیان کرده. کتاب فواید دین در زندگانی هم به بحث علو همت، وسعت نظر، اطمینان نفس، اصلاح اخلاق و امثال اینا میپردازه، و دو کتاب تفسیری قویم که یکیش بیشتر از مباحث تفسیری که از طریق شبکه تمدن پخش شده، انوار هدایت سه جلدش یک تورقی کردیم، و یکی هم کتاب تفسیر افق اعلا که اینم ما سه جلدش دیدیم، حالا بیشتر از این هم هست یا نه دیگه نمیدونم. به هر حال اینها هم مباحثی است که از قرآنشون استخراج کرده و اینها را بیان کرده و برای همه مردم جامعه ما، زن و مرد و کوچک و بزرگ، این کتاب ها می شود دلیل راه، راهنما. و شخصیت آیت الله محسنی با اینکه خودشون حضور فیزیکی ندارن، ولی احاطه علمی و روحانیش در جامعه ما حضور داره و از نظر معنوی میتونه جامعه را هدایتگر باشه. چیزی که از محتوای فرمایشات مرحوم آیت الله محسنی میشه استفاده کرد و در این کتاب‌های متعدد که عرض کردیم به صورت پراکنده در بعضی کتاب‌ها با وسعت بیشتر، در بعضی ها به صورت مختصر اشاره کرده، اینه که اگر ما بخواهیم رشد که پیدا کنیم از نظر معنوی، این رشد معنوی مبتنی حداقل بر سه تا پایه و اساسی است. این سه تا پایه اساسی، یکیش بحث فطرت الهی است که انسان، همه انسان ها از فطرت الهی برخوردارن و این توان در وجود اونها هست که ترقی کنن، تکامل پیدا کنن، رشد کنن. کسی نمیتونه ادعا بکنه بگه ما نمیتوانیم، نمیشود، و این مقامات بالا، رسیدن به مقام مثلا ولایت الله و امثال اینها، عبد خالص خدا شدن، اینا مخصوص بزرگان دین است، ما کجا و اینا کجا. نه، این مبنا رو باید قبول داشته باشیم که همه از فطرت الهی، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، بلها خداوند متعال بر اساس این فطرت انسانها رو خلق کرده و همه میتوانن ترقی کنن و به سمت تکامل و پیشرفت و سعادت حرکت بکنن. البته میشه ممکنه بعد یا تنازل هم بکنن اگر خودشون اراده کنن. اراده خود انسان ها و نحوه استفاده از عقل و خرد و خیلی اینجا تأثیر گذاره. نکته بعدی بحث خلافت الهی انسانه، و سوم کرامت ذاتی انسان ها. همه انسان ها محترمن و همه انسان ها خلیفت الله هن، و اصلا خداوند خلق کرده که انسان از با استفاده از استعدادهایی که در وجود او گذاشته، اسماء الهی را به اونها تعلیم داده، عقل در وجود اونها گذاشته، انبیای بیرونی 124,000 پیغمبر آمده و جانشینان انبیا و علمای ربانی، برای اینکه این انسان به سمت بالا حرکت کنه و بره به سمت جایی که مرکز نور و مرکز در واقع تعالی و تکامل اونجاست، که انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. و البته این درجات تکامل و سعادت و معنویت و رشد در این مسیر طبیعتا مراتب داره، یعنی هر کس ممکنه در یک منزلی، در یک جایگاه قرار بگیره که خیلی از این انسان ها ممکنه پایین تر از او یا بالاتر از او باشد. اینطوری نداریم که ما یا 100 باشه یا 0 باشه، نه، ممکنه درجات مختلفه به میزانی که انسان اراده کنه، به میزانی که بخواهد، به میزانی که تلاش بکنه و کوشش بکنه. من جا هدفینا لنهدینهم سبلنا، هر کس تلاش بکنه خدا هم بر تلاش او برکت عنایت میکنه و میتوانه. اینا چیزایی است که مرحوم آیت الله محسنی در آثارش آورده. برای اینکه انسان بتواند یه مقداری این مسیر تکامل را بهتر طی کنه، یک سری موارد و مصادیق را ایشان آورده و بیشتر توضیح داده. بحث ایمان به خداوند جهان یکی از مسائل کلیدی حرکت به سمت معنویته. اعتقاد به روز حساب و روز قیامت،
استفاده دقیق و درست و به موقع و مناسب از عقل و خرد، اینا یکی از مسائل مهمی است که در کتاب قوانین زندگانی انسان در قرآن مرحوم آیت الله محسنی بیان کرده. انسان بتواند هم اعتقاد به خدا داشته باشد، هم اعتقاد به معاد داشته باشد، هم بتواند استفاده کند از عقل و خرد خودش، تفکر کند، تعقل کند، تدبر کند، بیندیشد، از سرنوشت دیگران هم درس بگیرد، هم عبرت بگیرد. اینا چیزیست که مسیر ما را آسان میکنه به سمت تعالی و ترقی. یکی از نکات مهمی که در بیانات ایشان آمده، برای تعالی معنوی انسان نمیتواند جاهلانه با چشم بسته حرکت کنه، باید آگاهانه، خردمندانه و عالمانه حرکت کنه. ولی لذاست که ایشون تأکید میکنه که اگر انسان میخواد به مسیر حق را طی بکنه و معنویت را، لازمش اینه که تحصیل علم کنه، انسان دانا باشد. انسان دانا مثل انسانی است که در شب تاریک هم اگه جا حرکت میکنه چراغ به دست داره و لذاست که آگاهانه قدم برمیداره و در چاهای زندگی سقوط نمیکنه. ولی اگر انسان نه، معنویت و عبادت و راز و نیاز با خدا باشه ولی عالمانه نباشه، جاهلانه باشد، و طبیعتا احتمال خطر اینجا وجود داره برای انسان. و نکته بعدی اینه که انسان وقتی آگاه شد، مسیر حق را شناخت، از مسیر باطل تفاوتایش برش مشخص شد، در مسیر حق حرکت کنه. حق مدار بودن یکی از مسائل مهمی است که انسان رو کمک میکنه بر اساس فرمایشات مرحوم آیت الله محسنی که انسان به سمت معنویت و کمال پیش بره. و نکته بعدی اینه که انسان تصمیم بگیره برای دگرگونی و تحول در زندگی خودش. اگر انسان زندگیش یک زندگی ایستا، ثابت و ساکن باشه، طبیعتاً اینجا رشد و تکامل معنی نداره. در صورت این رشد و تکامل معنی پیدا میکنه که ما تحرک داشته باشیم، تغییرات بیاریم در وجود خودمان. فقط هم تغییرات شناختی که بحث علم و آگاهی اشاره شد، و هم تغییرات قلبی بحث ایمان و باور است، هم تغییرات رفتاری در عمل خود و در زندگی خود. انبیا هم همین آمدن که به آیات الهی رو بر مردم تلاوت میکنن، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که هم تزکیه اخلاقی و هم تعلیم کتاب و حکمت. و انسان ها هم در زندگی خودشون باید این تغییرات رو در وجود خودشون به وجود بیارن که موفق بشن، گام های بلندی را برای رشد و ترقی بردارن. و لذاست که برای این مسئله یکی از نکاتی که ایشون بیان میکنه در 4-5 جلد از این کتاب ها مطرح شده، بحث اینه که بدون اخلاق انسان به جایی نمیرسد. اگر انسان بخواد به یک مرحله ای از کمال معنوی برسد، باید صفات درونیش، در واقع صفات اخلاقیش، تبدیل بشود به فضائل اخلاقی، مکارم اخلاقی، و تا میتواند از صفات رذیله اجتناب کند، یعنی حد افراط و تفریط صفات درونی را پس کنه، حد اعتدال. ایشون هم عدالت اجتماعی را خیلی مورد تاکید قرار میده که تأثیر در زندگی ما داره، و هم عدالت اخلاقی را، به خصوص در همین کتاب قوانین زندگانی انسان در قرآن که عدالت اخلاقی را میگه خیلی مهمه. برای اینکه انسان اگر صفات نفسانیش حد اعتدال و میانه نباشه، قوه غضبیش حد اعتدال نداشته باشه، قوه شهویش حد اعتدال نداشته باشه، دوچار افراط و تفریط بشه خدایی نکرده، این انسان مسیر تکامل نمیتونه بپیه. راهش اینه که به حد اعتدال از نظر صفات درونی انسان رسیده باشه. خیلی برمند شدیم جناب استاد حسینی، تشکر میکنم. ان شاء الله باز هم فرصت داریم که ادامه فرمایشات حضرت رو بشنویم. بینندگان محترم، خواهشمند هستم باز هم همراهی بفرمایید پس از داشتن یک وقفه کوتاه در برنامه. ان شاء الله خدمت شما عزیزان برمیگردیم. از امیر المؤمنین و یعصوب الدین و قائد و غر المحجلین امام علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه این حدیث زیبا و شنیدنی رسیده که فرمودند: رحم الله عبدا عرف من اینه و فی اینه و الی اینه.
خداوند رحمت کند بنده ای را که به این درجه از معرفت و علم و بصیرت برسد که بداند از کجا آمده است، در کجا هست و به کجا خواهد رفت. قطعاً برای اینکه ما به این درجه از معرفت و علم برسیم، باید به دنبال این باشیم که راه‌های رشد معنویت را پیدا بکنیم و برای خودمون هموار بسازیم. یکی از مسیرهای بسیار ارزنده‌ای که ما را میتونه به این مهم برسانه، توجه به سیره و آثار علماء ربانی و کسانی هستند که تربیت شدگان مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند. مرحوم آیت الله محسنی از جمله این افرادی است که قطعاً میتونه که رهنمودها و ارشاداتشان در این مسیر ما را کمک بکنه. در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر حسینی هستیم تا بیشتر در رابطه با سیره مرحوم آقای محسنی و خصوص ارشاداتی که ایشان داشتن در مسیر رشد معنویت بفرمایید. در خدمت هستیم. خدمت شما عرض کنم که همونطور که حضرت عالی فرمودید، بس ارشادات مرحوم آیت الله محسنی، بینندگان عزیزم حتما توجه داشته باشند که ما به سیره عملی مرحوم آیت الله عظمای محسنی در این بخش، اینکه ایشون در عمل چه کار میکرد، سیر و سلوکش، عبادتش، شب زنده داریش، اینها چگونه بود، خصوصیات اخلاق عملیشان چگونه بود که این مسیرهایی که گفته بود خودش چگونه در زندگی خودش پیاده میکرد، ما فرصت نداریم به اینها بپردازیم و احاطه هم در بخش های زندگی ایشان نداریم. متاسفانه محدود، شناخت ما محدود بود به ارتباطات زمانهای خاص، ولی اون چیزی که ما قضاوت و داوری میکنیم بر اساس نوشته های ایشان و کتاب هایی است که از ایشان برای ما به میراث مانده، به عنوان میراث علمی. یک نکته دیگری که در آثار علمی ایشان مطرح شده اون اینه که ما یک حرکت تکاملی عمومی کل عالم داریم که همه عالم ساکن نیست، یک حرکت تکاملی داره، زمین و زمان و همه موجودات از جمله انسان، و این حرکت حرکت تکوینی است و به دست خود انسان هم نیست و موجودات حرکت میکنند. ولی امتیاز انسان در مقابل سایر موجودات اینه که علاوه بر اون حرکت عمومی تکوینی، یک سری حرکات و تکاملهای اختیاری و انتخابی هم داره. انسان خودش اراده میکنه، خودش تصمیم میگیره، خودش راه را میبره. لذاست که در مقابل هدایت تکوینی و هدایت غریزی که مربوط به حیواناته، هدایت عقلانی و هدایت تشریعی مخصوص انسان هاست و انسان ها از طریق این دو مجرا، هم عقل و هم شرع، مسیر تکامل و معنویت را میپیمایند. ایشون در کتاب جوانان و دوره جوانی میفرمایند یکی از راه‌های تکامل و رسیدن به معنویت، جهان بینی درست داشتنه. این که انسان جهان را بشناسه، خدا را بشناسه، دنیا را بشناسه، آخرت را بشناسه و جایگاه خودش رو در این عالم بداند که من در کجا هستم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، اون که آورده مرا باز برد در وطنم. و بعد میفرماید جوانها یکی از معیارهای دیگر تکامل که عرض کردیم بحث اخلاق و رفتارهای اخلاقی و صفات اخلاقی است، و یکی هم بحث رابطه پرستش و عبادت عملی بندگان در مقابل خدا با تکامل و رشد معنویه. اینکه انسان فقط با آگاهی ها و معرفت و بصیرت بخواهد به یک جایی برسه نمیشه، باید در کنار اون آگاهی عمل عبادی هم باشد، پرستش خدا هم باشد، صفات درونی هم باشه، اما در کنارش باید ما عمل اگر نکنیم هیچ فایده ای نداره. کما اینکه راجع به بحث های اعتقادی میفرماید اگر ما اقرار زبانی داشته باشیم، یک معرفت و آگاهی هم راجع به خدا و قیامت و نبوت و معاد اینا داشته باشیم، اینا ما را به رشد نمیده. باید به یک نکته کلیدی دیگر برسیم. ایشون از آیات روایات استنباط میکنن و این رو میفرماین، و اونم اینه که به مرحله یقین برسیم. و عبد ربک حتی یعتیک الیقین، انسان باید برسه به مقام یقین که
که یعنی چه نسبت به خدا، چه نسبت به نظام آفرینش، چه نسبت به نبوت و امامت، چه نسبت به قیامت، راجع به همه اینها انسان برسد به مقام یقین. بعدشان در کتاب روش جدید اخلاق اسلامی برای رسیدن به خدا 20 تا نکته کلیدی بیان میکنن که اگر ما اگر هر کدوم یک دقیقه بخوایم توضیح بدیم ایشون مفصل وارد شده، یعنی 20 دقیقه حداقل وقت احتیاج داریم که فقط عناوین را بگیم، ولی خب فرصت برنامه اقتضار نمیکنم، من فقط بعضی از موارد را اشاره میکنم. یکی از موارد بحث محبت خداست، یعنی اگر قرار شد منبع تکامل و رشد خدا باشه، پس ما برای رشد باید به خدا وصل بشویم. راه یکی از راه‌هاش هم اینه که خدا را دوست داشته باشیم. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، بعضی غیر خدا را دوست دارن مثل خدا، دوستی خدا پرستی. ولی والذین آمنوا اشد حبا لله، بعد میفرماید که در پرتو این محبت الهی است که ما اولیای الهی را دوست داریم، طلب میکنیم رضایت خدا را و سعی میکنیم که نفسانیات خودمون را هم کنترل کنیم، امیر نفسمون باشیم تا از چشم خدا نیفتیم. و از اون طرف دشمنی میکنیم با دشمنان خدا، یعنی هم تولا داریم و هم تبرا. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. نکته دوم که ایشون میفرماید که اگه برای رشد ما نیاز داریم به یاد خدا، فذکرونی اذکرکم، خدا را یاد کنید تا خدا هم شما را یاد کند، توضیح مفصل داره. سوم اینه که تمام زندگی انسان، اعمال و رفتار و منش و نشست و برخاست انسان، کارها و فعالیت انسان برای خدا باشد، یعنی اخلاص در عمل داشته باشیم. اگر اخلاص در عمل نداشته باشیم، حتی عبادت‌های ما هم ما را بالا نمیبره. مثل در واقع مرغ بی پر میمانه، هرچی هم دلش بخواد پرواز کنه نمیتونه پرواز کنه. این در صورت اعمال بالا میره که برای خدا و خالصا لوجه الله انجام شده باشد. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ایشان در بحث دیگه، باز بحث یقین را مورد اشاره قرار میده که اشاره شد. و نکته پنجمی که برای ترقی و تکامل مرحوم آیت الله محسنی اشاره میکنه، بحث توکل بر خداست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر انسان توکل بر خدا کرد، خدا دستش را میگیره، بالا میبرم. یکی از مسائل مهم دیگر که ایشان بیان میکنه برای این که انسان به تکامل و رشد برسه، تفویض امور و کارها به خداست، امورش رو به خدا واگذار کند، اعتماد به خدا بکند. افوض امری ان الله ان الله بصیر بالعباد. و ایشون این هر یکی از این مفاهیم رو که عرض میکنم مفصل توضیح میدم. نکته بعدی بحث اینه که انسان در زندگی خودش از خدای خودش راضی باشد. رضی الله عنهم و رضوا عن، یعنی اگر خدا برای انسان فقر پسندیده، ما راضی باشیم. اگر سلامتی، راضی باشیم. اگر مرض برای ما پسندیده، راضی باشیم. پسندم اون چرا جانان پسندد. این ما این نباشه که، درسته که دعا میکنیم برای زدودن فقر، دعا میکنیم برای امنیت، دعا میکنیم برای سلامتی، دعا میکنیم برای طول عمر، ولی معنایش این نیست که اگر دعای ما مستجاب نشد، خدای نکرده، ما از خدا ناراضی باشیم. اینطوری نیست. و لازمش اینه که ما راضی به رضای الهی باشیم. یکی از نکات مهم دیگری که خیلی انسانها را کمک میکنه برای رشد، بحث شکرگزاریه. خدا این همه نعمت به ما داده، نعمت وجود، نعمت هدایت، نعمت عقل، چشم و گوش و قلب و مغز و همه چیز. ما هیچی از خود ما نداریم. شاکر نعمت الهی باشیم. لئن شکرتم لازیدنکم و این کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. مفاهیم دیگری که ایشون بیان میکنه، خشوع و خضوع و تواضع در مقابل خدا، حیا داشتن، خشیت، خوف و رجا و ناامید نشدن و در امان نبودن از مکر الهی و حسن ظن به خدا، انسان به خدا بدگمان نباشه، وفای بعد با خدا عهد و پیمان ببنده، به عهد و پیمان خودش هم وفادار باشه. و در زندگیش اگر دچار اشتباه شد، دچار خطا شد،
شد، دچار غفلت شد، دچار نسیان شد، هر نوع اشتباهی، به هر حال عقب‌گرد داشت، یک راه بازگشت برای تکامل و ترقی خداوند متعال باز گذاشته و اون راه بازگشت هم اسمش راه توبه است. مرحوم آیت الله محسنی 20 نکته‌ای که بیان می‌کنن توبه است که این نکاتی که بیان کرده از نظر معنوی و از نظر اخلاقی انسان رو کمک میکنه قدم به قدم پیش بره، حرکت کنه و منزل به منزل به سمت تعالی و ترقی و به سمت خدا حرکت کنه. در واقع معنویت در واقع بر اساس دیدگاه و مشرب و ممشای مرحوم آیت الله عظمای محسنی رحمت الله علیه مورد پسنده که انسان به خدا برساند، و اگر کسی همه زندگیش رو تلاش بکند و به خدا نرسد یا نزدیک نشود، طبیعتا نه رشد کرده نه معنویت به دست آورده. حالا این نزدیکی به خدا نزدیکی علمی باشد، نزدیکی قلبی باشد، یا نزدیکی عملی و از طریق عبادت و پرستش خداوند متعال بوده باشه. به هر حال ان شاء الله امیدواریم که در این مدت کوتاهی نکاتی گفته باشیم که منظور اصلی گوینده و مرحوم آیت الله عظمای محسنی بوده باشه و برای بینندگان عزیز هم مفید بوده باشه. حسن همینطور بود. خیلی بهرمند شدیم جناب استاد حسینی از حضور ارزشمند شما و مطالب بسیار عالی که فرمودید در رابطه با ارشادات مرحوم آیت الله محسنی در مسیر رشد معنوی. خیلی بهرمند شدیم. زنده و سلامت باشین. بینندگان محترم، از همراهی شما تشکر میکنم. با عنوان پایان بخش صحبت ها در این قسمت فرمایش داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن در مسیر قرب خداوند متعال جایگاهی است که کسی به این جایگاه نمیرسد مگر به واسطه نماز شب خواندن. و مرحوم آیت الله محسنی خاطر بنده هست که همیشه کسانی که صحبتشان رو گوش میدادن توصیه میکردن به خواندن نماز شب، و این یکی از تأکیدات و توصیه های بسیار مهمشان بود که میفرمودن مبادا از نماز شب غافل باشید. انشاءالله که در مسیر رشد معنوی ما تلاش بکنیم که نماز شب رو هم جزء برنامه های قطعی شبانه روزی خود ما قرار بدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما بینندگان عزیز. به اتمام برنامه رسیدیم و از محضر شما مرخص میشیم تا دیدار آینده. خداوند حافظ و نگهدارتان.